سینا به زور خزید. خب دوستان، قبل از اینکه این آخرین جلسه کلاس در واقع روانشناسی دل آرامه و من امروز ضمن اینکه آخرین بخش مطلب رو با شما ادامه میدم، ضمن این یک خلاصه ای هم از ابتدای این کلاس تا حالا مطرح میکنم. ولی قبل از هر چیزی بهتون، چون تازه بیرون آمده این پیام آشنای این ماه، من میخواستم بگم امروز اتفاقا بیارن اینجا بذارن همه تون بتونین بردارین، ولی فراموش کردم. یه مقاله داره به اسم سفر به قونیه که نوشته خودم هست، اینو دوست داشتم بخونین چون چکیده این کلاس تقریبا تو این و شماره بعدی که ماه آینده میاد بیرون شما میبینید. بذارید از اول کورس رو با هم یه ریویو کنیم. ما این کورس رو اینجوری شروع کردیم که یکی از بزرگترین گرفتاری های انسان امروزی تشویش و اضطراب، به طوری که بسیاری قرن حاضر رو قرن اضطراب لقب دادن. وقتی که ما برگردیم بگیم که حالا ما نمیخوایم، اگر واقعا این انقدر اپیدمیه، یعنی همه ما آدم ها در این دوران مضطربیم، اون وقت دیگه نمیتونیم بگیم که، یعنی پاتولوجایز نمیتونیم بکنیم بگیم که این یه بیماریه، چون ما بیماری اضطراب و تشویش هم داریم که از زیاد فعالی اون منطقه مغز بیزل گنگلیا انتریور سیمولیت به وجود میاد که هورمون استرس رو دائم، نورپینفرین رو بالا نگه میداره و مغز دائم در حال ترس و نگرانی و ناآرامیه. بلکه ما چیزی که میتونیم بگیم اینه که اگر این یه اپیدمی زمانه ماست، بنابراین لایف استایل ما و اولویت های ما و مدل زندگی ما و اینکه ما خودمون رو، انرژی روانی خودمون رو وقف چه کارهایی میکنیم در روز، در به وجود اومدن و ظهور این مسئله سهم بزرگی داره. لذا ما فکر کردیم که حالا ما که تو تونل زمان به عقب نمیتونیم برگردیم، بریم به دورانی که مثلا انسان در طول زندگیش شاید سه بار سفر میکرد، بلکه ما توی دنیای زندگی میکنیم که همه عناصر موجود که ما آدم ها هستیم دائم داریم دور همه چی و همه جا و همه فعالیت ها و همه کارا میگردیم. بنابراین ما عقب گردی نداریم، لذا ما باید کوب کنیم با تمدنی که دستپخت خودمونه. پس از اینجا ما وارد، وقتی روانشناسی دل آرام میگیم، وارد کوپینگ استراتژی میشیم، یعنی ما چطوری با این زندگی کوب کنیم که کمتر مضطرب باشیم، کمتر مشوش باشیم. وقتی به اینجا میرسیم گفتیم که یکی از راه‌ها این بود که بهار هم چند جلسه صحبت کرد راجبش. در عرفان میگن خیال راهزن دله. یعنی چی؟ یعنی وقتی خیالات به سر ما میاد، اگه یادتون باشه اون موقع آدمایی که روحن آسیب میدن گفتن خیالاتی شده، گفتن فلانی خیالاتی شده. یعنی چی؟ یعنی نشسته همش فکر و خیالای آزاردهنده میکنه. خب در عرفانم میگه خیال یکی از راههایی هست که راهزن دله. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی گرفتار خیالات میشیم میتونیم از واقعیات زندگی و از آنات زندگی غفلت کنیم. حالا اگر به خصوص این خیالات مثبت باشه، حالا مثلا من خیال کنم که جورج کلونی بالاخره زن فعلیشو ول میکنه میاد سراغ من، حالا این خیالات یه مقداری انبساط و شادی میاره واسه آدم. ولیکن گرفتاری وقتیه که خیالات منفی سراغ ما میاد. یعنی چی؟
یعنی افکار منفی اتومات که ازش صحبت کردیم، and automatic negative thought. یعنی فرض کنید ما ساعت میشه ده، بچه‌مون نیومده، خیالات سیر خودشو شروع میکنه. الان معلوم نیست مشروب خورده، الان تو جاده معلوم نیست بهش زدن، الان پلیس زنگ میزنه، تلفن الان اگه زنگ بزنه من یهو میبینه که اصلا قلبش همونطور داره میزنه که انگار تلفن زنگ زد و گفت که your daughter got into an accident. به این حال میکشونه. جالب اینه که ما وقتی هر فکری رو که میکنیم شاید این تیکه رو کمتر باور کنید، ولی واقعیت داره و این کار آزمایش شده. ما وقتی هر فکری رو که میکنیم، به خصوص اگر تکرار باشه، بیوشیمی مغز ما آماده میشه برای اون افکار. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی دائم داریم قصه میخوریم یا داریم فکرهای منفی میکنیم یا داریم وحشت میکنیم یا داریم پیشگویی های منفی میکنیم یا داریم فوکاس میکنیم رو بدآوردی ها و بدشانسی ها، مغز کم کم یاد میگیره که سرتونین لازم نیست، سرتونین ریسپتورا ببندن و به جاش نورپینفرین که ما رو باید مشوش کنه به چرخونه، اون تو مغز بالا بره. خب به دلیل اینکه کار مغز اینه که با مولکول‌های شیمیایی، نوروترانسمیترا و جهش‌های الکترومگنتیک کاری بکنه که سلول‌های مغزی ما با هم گفتگو کنن. اگه این گفتگوها همش مزخرفه، بیوشیمی این مزخرف‌گویی باید فراهم بشه. درست مثل ما آدما که با هم کامیونیکیت می‌کنیم، وقتی که داریم میریم با یکی دعوا کنیم، خب اون ویژگی هایی رو، لغت هایی رو به دست میاریم و فکر میکنیم چطوری شروع کنیم و از کجا بگیم که کارمون بالاخره به اون دعوایی که میخوایم بکشه. بیوشیمی مغز وقتی که مساعد شد برای اتوماتیک نگتیف تات، اون وقت ما گرفتار حالتی هستیم به نام اضطراب، افسردگی یا فوبیا و بیم و هراس. خب بنابراین در اون چند جلسه‌ای که ما راجع به شیوه کنترل افکار منفی و دونه دونه بخش‌هایی که جلو رفتیم، اگرم الان یادتون نیست از این هفته که اینا رو فیسبوکه میتونید دوباره برگردین ریویو کنین، این کورس رو دوباره هم ریویو کنین، هنوز مطلب داره برامون که ازش استفاده کنین. اون قسمت‌ها رو ما صحبت کردیم. بعد گفتیم برای دنیای امروز که این استرس‌ها بعضیاش اجتناب ناپذیره، حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که با شیوه های مدیتیشن، ریلکسیشن، پوزیتیو تینکینگ و یوگا و اگزرسایز. چرا اگزرسایز؟ در استنفورد اومدن با یه عده افراد افسرده رو بیست رو بیک اینونتوری تست و یه اسکیل دیگه درجه افسردگیشون رو اندازه گرفتن. همشون در یه حد افسرده بودن. یه عده رو گذاشتن رو داروهای افسردگی، یه عده دیگر رو گذاشتن روزی یک ساعت ورزش و مدیتیشن و تنفس در هوای آزاد. ریزالتش این بود که این گروه بهتر، افسردگیشون بهتر درمان شد. چرا؟ به دلیل اینکه اونا بعد از اینکه از رودارو برداشتن، خیلی هاشون دوباره برگشت به حالت افسردگی. اینا ولی به صورت یه مدل زندگی تونستن چی کنن. چرا؟ به دلیلش هم خیلی روشنه. ایندورفین راش وقتی در اثر ورزش و فعالیت های بدنی ایندورفین وارد بدن میشه، با یه میوزی تشکیل میشه، ببخشید ترکیب میشه و همون کار رو میکنه که قرصای ضد افسردگی اسسارایا میکنن در باز کردن گیرنده های به اصطلاح سرتونین. وقتی گیرنده های سرتونین خوب کار میکنن، ما یه چیز دیگه هم که اثر داره، ببخشید، اون گروه استنفورد در کنار اون فیش اویل هم بهشون میدادن. فیش اویل هم موثره در کاستن از این حالت نگتیو مغز. بنابراین در اون جلسات با تمرینایی هم که بهار گفت از این بخش ما عبور کردیم.
اما من امشب به خصوص تمرکزم رو اینه که ما درسته که روانشناسی کلاسیک و علمی و دانشگاهی 160-70 ساله با تحقیق و تجربه و به خصوص از 10-12 سال پیش با کشفیاتی که در نوروساینس به دست آورده زیر دستگاه فانکشنال امارای به کیهان درون ذهن انسانها دسترسی بسیاری ما یافتیم. ولی من میدونم که الان داره ضبط میشه و روی یوتیوبم خیلی ها اینو میشنوم، بنابراین مسئولم برای این حرفی که میزنم. ولی من اعتقادم این هست که روانشناسی علمی با شیوه های تجربی و آزمایشی دستیافت هایی داره که حتما دائم رو به پیشرفت و افزایش است. ولی هر چقدر که این دستیافت ها بیشتر بشه، احتمالاً غرب و جهان روانشناسی کلاسیک در برابر یافته‌های سیستم‌های میستیکال و عرفانی کلاه خودش رو برخواهد داشت. حالا چرا این رو میگم؟ به دلیل اینکه الان داریم دم خروس رو از حالا میبینیم. دم خروس چیه؟ الان این نوروساینتیستایی که در UCLA آلن شور و دانیل سیگل و بعد دانا فوشه در بوستون گروپ و دانیل استرن و اینا که لیدینگ فیگور هستن تو مطالعات اینا الان همشون اومدن خوب راجبه ما که حالا چیزی نمیدونم. بعدم مملکت ما متاسفانه تو این 30-40 سال انقدر به اصطلاح رنگ باخته به لحاظ فرهنگی که رسوبات فرهنگیش دیگه الان تقریبا جسارت خودنمایی پیدا نمیکنه، مگر اینکه شرایط تغییر کنه. ولی الان این گروه ها اومدن همکاری تنگاتنگ با بودیستا، با بودایی ها دارن میکنن و متدهای انسانسازی آرامش بخشی بودیست و یوگیستا، کنفرانس های مشترک میذارن. و وقتی ازشون بپرسی چرا، خیلی راحت میگن که خب ما میبینیم که یک بودیست بعد از یک پرکتیس به اصطلاح پیس، اینر پیس، زیر دستگاه فانکشنال امارای مغز اون حالتی رو نشون میده که ما از خدا میخوایم توی مریضمون به وجود بیاریم. خب بنابراین اینا که متعصب نیستن، اینا که نمیخوام بگن هنر نزد ایرانیان است و بس، اینا به هر چیزی که مفید بیابن و ببینند که کارایی داره توازنشون میده. حالا این تازه آغاز راهه. گفتم یه بار در UCLA کنفرانسی بود که در پایان این 16 نفر گفتن ما تمام اختلافامونو تو این 4 روز شما شنیدین، الان بیاین اون چیزی که نسبت بهش ما وحدت نظر داریم بهتون بگیم. اون وحدت نظر ما در این دو کلمه خلاصه میشه: Integration, Differentiation. Integration یعنی وصل، Differentiation یعنی فصل. یه بابایی هم 800 سال پیش برای گسترش دل و برای انبساط روح و برای آرامش و برای تجربه فراسویی گفته بود که ما احتیاج داریم با یک دلدونی که جفت عاطفی و روحی ماست وصلت پیدا کنیم، ولی تو اون رابطه نمونیم، بلافاصله تفکیک پیدا کنیم، برای اینکه در این وصل و این فصل هست که ما فردیت خودمون و جایگاه خودمون رو پیدا میکنیم و اون خیشتنی که باید به مراتب بالاتر بره نمیتونه آویزون و چسبنده باشه، باید این استقلال رو داشته باشه. بنابراین این integration و differentiation اسانس چیزیه که امروز برای self development به کار میبرن. حالا ما وقتی که از اطلاعات
غربی مثلا به این روش CBT یا کاگنیتیو بیهیویرال تراپی که شما برای کنترل افکار منفی و برای مثبت اندیشی داری و برای بیرون نگه داشتن خیالات حالگیر و برای حفظ به اصطلاح حالات جانبخش اینو میخواید چیز داشته باشیم، این چکیده این مکتب هست. خب ما دوباره میایم میبینیم که مولانا هم میگه ای برادر تو همه اندیشه ای، ما باقی تو استخوان و ریشه. یعنی اونم تاکید میکنه بعد، یا میگه که فکر بد دیگر بدی ها میخرد. میشینی فکر بد میکنه همه فکرهای بد رو میخره میاری تو، فکر خوش دیگر خوشی ها میچرد. این شعر البته میگن از مولانا نیست، مطمئنن هم نیست، ولی من اینقدر خوشم میاد میگم، حالا شاید هم مال منه. به هر حال این دقیقا نشون میده که حالا چگونه 800 سال پیش یک راهجوی به اصطلاح در مسیر درست به این فرمولا دسترسی پیدا میکنه بدون اینکه همه آزمایش کنه تو دانشگاه‌های پرتمتراب و اینا نشون بده تست کنه غیر و اینا، ولی یهو اینو میگه و چطور با متدی بسیار بسیار منسجم یک نظریه میده راجع به اینکه انسان کیست، خوشبختی و رستگاری انسان در چیست، اون چه که او رو به زلالت میکشه و از او موجودی مشبش میسازه چیست، و چگونه این انسان میتونه در پاکسازی جان خودش قدم برداره. مثال میزنه میگه که وجود ما یک نهر آب زلال از یک طرف، یک رود گلالود از یک طرف، و اینا دائم دارن با هم برخورد میکنن، ولی رود آب وقتی که با گل آغشته بشه دیگه گلالوده، و اون وقت میگه این گل دائم میخواد آب رو نگه داره، چون اگر آب بره گل خشک میشه، گل برای روونی خودش میخواد آب رو نگه داره، ولی چه چیزی این آب رو از دست گل رها میکنه؟ وقت میگه چجوری نگه میداره؟ خیلی شعر قشنگی داره. دیروز دکتر حقی تو برنامه تصویر ایران من به این مسئله اشاره کرد، اگه ندیدین برین رو اینترنت ببینین، به این مسئله نگاه، چطوری گل آبو نگه میداره؟ گاه می بهت میده، گاه نقل شیری، گاه نامو، گاه جاه، گاه عشقو یعنی زنو، گاه مثلا یعنی هی دونه دونه اینا رو بهت میده. ببین الان من به شما میتونم بگم، زندگی خودم میتونم به شما بگم که از صبح تا شب مثل موشه توی همستر هست تو قفسه پا میزنه. خب ما داریم پا میزنیم هی، بعد هر از گاهی که وای میستم میبینم که مثلا ما اومدیم الان 30 سال اومدیم آمریکا، اون موقع که اومدیم مثلا 35-36 سالمون بود، الان شده 66-67 سالمون میشه، تا ماهی دیگه میشه 67 سالم من. بنابراین میبینم که خب ما چیکار کردیم و اینا اینجا، آره یه مشتی یه چیزایی داری خب، ولی اینقدر حسرت ها تو دل من هست برا اون چیزایی که دلم میخواسته بکنم، اون چیزایی که دوست داشتم بکنم. خب همطور هی بهمون جایزه داده، هی مثلا ماشین تویوتا شده لکسس، هی نمیدونم خونه دو تا خوابه شده سه تا خوابه شده اینا، خب هی ما دویدیم و هی هم گرفتیم. حالا یکی از چیزایی که مولانا میگه، اصلا هم نمیگه که برین درویشین بشین یه گوشه هیچ کارم نکنین، بیشتر عرفای ایران شاغل بودن، صنعتکار بودن، زنبیل باف بودن، تناب باف بودن، کفاش بودن، کار میکردن. ولی چیزی که او میگه
میگه برای زلال نگه داشتن این جوی جانت باید مطمئن باشی که اتچمنتات به چیزهایی که داری یا چیزهایی که دنبالش میری وجود تو رو خلاصه نکنه، یعنی در اون خلاصه نشه. همین، شما الان نگاه کنین، مثلا ما آدم ها وقتی یه چیزی من الان یه کلاینتی دارم خیلی متمول بوده، الان بانکراپسی فایل کرده و اینا، الان دائم نشسته و میگه دوستام دیگه به من زنگ نمیزنن، هیچ که دیگه منو نمیخواد، منو دعوت نمیکنن اون جایی که قبلا دعوت میکردم من. این نشون میده اینقدر اتچ بوده به اون چیزا که الان خب واقعا داره رنج میبره. خب در واقع نکته ای رو که مولانا بهش اشاره میکنم از اینجا من میخوام جیستش رو یا جوهرش رو چکیدش رو بگم، که مولانا در واقع شبیه اون شعر اینه، هر آن چیزی که خود پنداریانی به بالاتر نگر، بالای آنی، یعنی ما رو داشته هامون توصیف میکنه، تعریف میکنه، ولی میگه اگر همه این داشته ها رو هم داری ده برابرش هم داشته باش، ولی خودت متفاوت باش. بعد مثال میزنه رابطه آب و کشتی، میگه داشته های ما مثل آبن و وجود ما مثل کشتی، مادامی که این آب زیر کشتیه ما قشنگ فسیلیتیت میکنه نویگیشن ما رو، اما لحظه ای که این کشتی سوراخ بشه و این آب بیاد توش ما رو غرق میکنه. که این میاد تو ما وقتی که ما بشیم خونهی که دارم، پستی که دارم، مقامی که دارم، نمیدونم مدرکی که دارم، این موقع است که داری تو ما میاد. خب میگه این موقع ما رو غرق میکنه. حالا چرا مولانا اینقدر روی این مسئله، یا عرفان در کل، من ایزوتسو داویزم و صوفیزم رو مقایسه میکنه تو کتابش، بسیارم کتاب جالبه، به فارسی هم ترجمه شده، چرا اینقدر روی این تاکید میکنه؟ به دلیل اینکه مولانا اصولا آنتولوژی متفاوتی از ما روانشناسای درس خونده غرب داره، هستی شناسیش متفاوته، یعنی تمام اعمال ما از اینجا میاد که ما به هستی چگونه نگاه میکنیم، من کیم، چه باید بکنم و چگونه تموم میشم و این فرصتم به چه درد میخوره. مولانا نگاهش، یعنی تمام فلسفهش از این هستی شناسی سرچشمه میگیره. هستی شناسی مولانا در چند جمله خلاصه میشه. البته من دارم فضولی میکنم، برای اینکه من یه واقعا علاقمند به مکاتب عرفانی هستم، به هیچ عنوان صاحب نظر نیستم، به هیچ عنوان، خودم هم هنوز درس میگیرم، ولی فهممو از این موضوعات میگم. چیزی که مولانا نگاهش به هستی اینه که اولا ما از یک ذات هوشیار جدا شد. این جدایی ما رو تنها کرد. این تنهایی راهی نداره جز با ما با ملات عشق دوباره به دانه های متفاوت هستی وصل. تا وقتی هم وصل نشدیم ما غمناکی، غمناکیمونم از نوع پاتولوژیک بیمارگون که یه قرص بخوریم خوب بشیم نیست، غمناکیمون از نوع اگزیستنشیال سدنسه. یعنی چی؟ یعنی هستیمون دنبال یک چیزی هست. این در آخرین چیزی که نسخه‌ای که از مثنوی به دست اومده، شعر اول این که میگفتن بشنو از نی، چون دکتر حقی میگفتن آخرین نسخه که آمده که دکتر سروشم دیدن این نسخه رو، میگه بشنو این نی چون شکایت میکند، بشنو این نی
چون شکایت میکنند، از جدائی ها حکایت میکنند. یعنی تک تک ما بزرگترین شکایتمون در زندگی اینه که از نیستان هستی دور افتادیم. حالا بازگشت به نیستان هستی هم یک راه داره و نه راه دوم، و راهش تجربه عاشقانه است. حالا تجربه عاشقانه مولانا یا کسان یا صوفی ها یا حتی داویستا این عشقی که ازش صحبت میکنن اون عشقی هست که نفس ما رو و تمناهای نفس ما رو و خودخواهی های ما رو و طلبکاری های ما رو بسوزونه، ذوب کنه و از بین ببره و به جاش از ما یه موجودی بسازه که open to love and to serve. خب حالا اینا ما حرفای قشنگ ممکنه توش باشه ها، ولی دست ما نمیرسد، ولی داریم فقط ازش حرف میزنیم. درست مثل وقتی که گفتن یه ستاره 100 میلیارد سال با ما فاصله داره، یکی گفت من چرا میخوام بدونم، گفت اینشتین گفت I'm just expanding your imagination. ما فقط داریم اینکه چگونه، حتی در شبانه روز ما اگه 5 دقیقه به این فکر کنیم هنوز خیلی از استرابامون از قرص زنکس بهتر درمان میشه. یعنی لحظه‌ای که ما اینجوری فکر کنیم پشتش یک احساس میاد، nothingness. یعنی تمام گرفتاری‌های ما از اینه که ما یه چیزیم. لحظه‌ای که nothingness خودمون رو بپذیریم انقدر راحت میشیم. آخه nothing دیگه طلبی که نداره از دنیا، nothing دیگه نه بهش باید سلام کنن، نباید رو میز اول بذارنش، nothing رو نباید گیفت اینجوری بهش بدن، چرا اونجوری دادن، nothing نباید تو صف که میره همه برن عقب این بره جلو، nothing واسه خودش قل میخوره دیگه. later سوالا رو بعد میگیرم. بنابراین شاه بیت امروز ما اینه که اگر میگیم مولانا داره میگه اولین و آخرین دوای روح ما انسان ها تجربه فراسویی و رسیدن به ناتینگنس و در وجود معشوق مستحیل شدن. خب حالا ما هممون احتمالاً نوع چیزشو، نوع به اصطلاح مجازیشو تجربه کردیم دیگه. شما میبینید اون مرحله ای که آدم عاشقه، اون موقعی که دوپامین زده بالا و به اصطلاح استوکولین همراهش داره میاد، شما دقیقا یه جوری این حالو تجربه میکنی. یعنی چی؟ یعنی جون خودت میخوای واسون این شعرها رو که میخونن، من یه موقع تو ماشین که دارم میرم گوش میکنم، بگو تا واسط بمیرم، اون موقع داره درست میگه. اون موقع نه، اون موقع داره درست میگه تو اون حال کوتاه. فقط مشکلش اینه که مثل صیغه موقته. حالا به هیچ عنوان مولانا راجع به عشق زمینی حرف نمیزنه، اگرچه عشق زمینی رو هم نگیت نمیکنه، رد نمیکنه، کما اینکه میگه عاشقی گر زین سر و دنیایی گر زان سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. یعنی خود اینم تجربهش خوبه، حداقل ما تو اون دوران موقت عاشقی آدم بهتری هستیم. دقت کنین چقدر گذشتمون بیشتره. آقا یه چیز بهمون یه ذره بد داد، کم داد، نداد، یه چیزی عوضی گذاشت، تو رستوران رفتیم اردر رو اشتباهی آورد، انقدر حالمون خوبه که میگیم that's okay next time. اما موقعی که با یکی قهریم رفتیم رستوران، بیچاره ویترس، از هر چیزی میخوایم ایراد بگیریم چون خلقمون تنگه. بنابراین
اگر مولانا میگه درد بشر از جدایی از نیستان هستی، اولین گامم برای بازگشت به نیستان هستی بازگشت به جوهر ذات خودمونه. بنابراین خودشناسی رو ضروری میدونه. بعد میگه راه خودشناسی اصلا از طریق مغز نیست، از طریق دله. نه دل این گوشت سنوبری، دل اون چیزی که در چاکراها هم سه تا بالاش هست سه تا پایینش، چاکرای دل این وسطه. دل اون به اصطلاح محل برزخ حالات روحیه که ما تجربه میکنیم. ما دلمون میشکنه، ما دلمون تنگ میشه، ما دلمون آزرده میشه، ما دلپذیر داریم، ما دلربا داریم، ما دلکش داریم، ما دل